مطمئنم که بقیه چی فکر میکنن. من این رو تو خودم تقویت میکنم که میتونم حرف بزنم. چه جوری تند فکر بکنیم، هوشمندانه پاسخ بدیم در لحظه که مصاحبه مهمه، توی جلسه مهمه، توی یه مهمونی مهمه، تو تک تک اینها میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه. حواستون باشه جز آدمهایی نباشین که مطالب رو نمیگن از ترسشون. نگفتن مطالب شما رو ضعیف میکنه، کم رنگ میکنه، بولد نمیکنه. ما در کنترل بی هستیم، شما رو بولد نمیکنه، شما رو پررنگ نمیکنه توی فضایی که وجود داری. من سلام عرض میکنم، نازنین دانشور هستم، خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. من قبل از اینکه به مبحث امروز برسیم که مبحث بسیار مهمیه، میخواستم ازتون یه خواهشی بکنم. اگر دارین این ویدیو رو میبینین، خواهش میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنین. برای سابسکرایب هم وارد شدن با اکانت جیمیل داشته باشین که میتونین لاگین بکنین یا بسازین. دلیلش هم اینه که کمک میکنین که این ویدیو بیشتر دیده بشه و من مشکلی تو اطلاع رسانی نداشته باشم. این یه خورده واقعیتش آزاردهنده است. پیشاپیش هم تشکر میکنم از همه کامنت ها و فیدبک هایی که دادین. من تک تکشون رو میخونم و برای ادامه این مسیر این چیزیه که داره من در حقیقت بهم انگیزه میده که ادامه کار بدم. واقعیتش تنها دلیلش اینه که بتونم مطالبی که خودم فکر میکنم درسته رو بهتون منتقل بکنم. پس خیلی ممنون بابت این. بریم به موضوع امروز. امروز راجع به مبحثی میخوایم صحبت کنیم. چجوری تند فکر بکنیم و هوشمندانه پاسخ بدیم در لحظه، یعنی خیلی وقتا به وجود اومده که حالا ما چه در جلسه ایم، چه در جمع خانواده ایم، چه در جایی هستیم، میخوایم خیلی به نظر، نه اینکه به نظر باهوش بیایم، اما هوشمندانه پاسخ بدیم، تند فکر بکنیم و بتونیم پاسخ مناسب رو بدیم. این توی مصاحبه مهمه، توی جلسه مهمه، توی یه مهمونی مهمه، تو تک تک اینها میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه. من به یه سری نکته های اساسی اولش اشاره میکنم و بعد میرسم به یه سری تکنیک های اجرایی. بنابراین تا آخر ویدیو نگاه بکنید، حالا به اون تکنیک ها آخر سر میرسیم، میخواد اینکه مطلب اصلی و پایه و اساس در ابتدا مهمه. نکته ای که مهمه و خیلی جاها باید بهش دقت بکنیم اینه که ازتون خواهش میکنم اگر میخواین جایی حاضر بشین، لطفاً برای یک لحظه دغدغه و نگرانی نسبت به اینکه آدمها چی فکر میکنن و در مورد من چه برداشتی دارن رو کنار بذارید. این هیچ اهمیتی نداره و این بزرگترین مسئله بودن و کاراکتر شما در جلسات و در حضورتونه. این که من به خودم شک دارم و این به خودم شک داشتن نمود بیرونیش اینه که نمیتونم درست خودم رو پرزنت کنم، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم حضور داشته باشم. پس بنابراین لطفاً نگران این نباشین که آدم ها در مورد شما دارن چی فکر میکنن. آیا فکر میکنن شما باهوشین، باهوش نیستین، حرف احمقانه زدین، حرف اشتباه زدین و و و و حالا من راجع به این که چجوری به اونها برسیم و این حس رو از بین ببریم در ادامه صحبت خواهم کرد. بنابراین با من باشین. پس این فاندامنتال یک ماجراست که این رو باید خودتون تقویت کنین. آقا ببخشید من ادبیاتم رو عذرخواهی میکنم، به جهنم که بقیه چی فکر میکنن. من این رو تو خودم تقویت میکنم که میتونم حرف بزنم، حرف درستی میزنم، نظر بقیه هم برام مهم نیست. اون چیزی که من فکر میکنم درسته رو حتما ابراز خواهم کرد، که این پایه و اساس موضوع بعدی. وقتی یک جایی میخواییم وارد یه چیزی بشین و راجع به یک مسئله صحبت بکنین، خواهش که ازتون دارم مستقیم برین سر مطلب اصلی. به دفعات بارها پیش اومده اونقدر آدم ها میخواین یه چیزی رو بگن، اونقدر سقر و کبرا میبافن و میدوزن و اصلا از دری و وری و از این سر و به اون سر و از اون جریان و به این جریان، اصلا دیگه آدم هایی که توی جلسه نشستن یا تو اونجا هم نشستن حوصله‌شون سر میره، گیج میشن، نمیدونن چیه که تو ذهنشون ذهنیت پیدا میکنن و اصلا آخرش شاید اصلا به اون مطلب اصلی شما نرسن، چون نمیدونن مطلب اصلیه چیه. پس اگر میخواین آدم ها رو گیج نکنین، آدم ها رو خسته نکنین، وقتی راجع به مطلبی شروع کردن صحبت کردن مستقیم برین سر مطلب اصلی. این نکته اول. نکته بعدی، اگر در یک جمعی یا در یک جایی حضور داریم اصلا آمادگی صحبت ندیم، یهو یکی از شما یه سوالی میپرسه و چیکار بکنیم؟ بارها فکر میکنم برای خود من پیش اومده، برای شماها پیش اومده و ازتون یه سوالی پرسن و شما لزوماً جواب اون سوال رو ندارین. چجوری میتونین با سرعت صحبت کنین، هوشمندانه صحبت بکنین؟ اول پس مهمترین نکته که وجود داره اینه که اول خودتون رو در شرایط اون صحبت درست قرار بدین. یعنی چی؟ یعنی یهویی از من یه سوال میپرسن، منم که یه چیزی خورده تو سرم و حواسم نیست و لزوماً جوابش هم نمیدم. اولین چیزی که وجود داره اینه که خودم رو ببرم توی فضای فکر کردن و اومدن داخل اون مطلب. پس
تو مرحله اول کاری که باید بکنی یه پاز یا یه استاپ یا یه سکون اولیه به خودتون بدین، یه نفس عمیقی بکشین و نشون بدین که دارین فکر میکنین راجع به مطلب. اون شرایط و جست فیزیکی شما این مطلب رو میرسونه. پس مرحله اول اینه که استاپ میکنین، یه نفسی میکشین، بعد نشون میدین که دارین راجع به مطلب فکر میکنین. و مرحله دوم اینه که قبل از این بخواین شروع بکنین، برای اینکه زمان بخرین و فکر بکنین راجع به پاسخی که میخواین بدین، خیلی یکی از راهکارهای اساسی اینه که من خودم به شدت این رو استفاده میکنم، اینه که سوال رو تکرار بکنین. خیلی ساده، خیلی وقتی یه سوالی از من پرسیده میشه جوابش اینطوریه، من اینطوری اول جاگیری میکنم، نفس رو میکشم و بعد میگم آهان این سوالی که پرسیدین، آهان پس معنای شما، پس سوال دقیقتون این بود، شما راجع به این سوال پرسیدین، سوال خیلی خوبیه. و بعد در ادامهش زمانه که خریدم ذهنم آماده میشه و شروع میکنم جواب براش تولید کردن. نکته اساسی اینه که بعد از این مسیر باید ایده واقعی و اصلی خودتون با تمرکز به اینکه به اون مطلب اصلی سری برسین رو حتما بگین، ایدتون رو بگین، دغدغه هاتون رو بگین، چیزی که به ذهنتون میرسه بگین و حتما مطمئن باشین این صادقانه باشه و از زوایای مختلفی در حد توانتون در اون لحظه گفته بشه. یعنی ممکن نقاط مثبت داشته باشه، منفی داشته باشه، چالش داشته باشه، حتما اون رو در اختیار بذارین. خیلی از آدم ها سرعتشون پایینه یا هوشمندانه جواب ندن، بخاطر اینکه همش دغدغه ذهنشون اینه که بقیه راجبشون چی فکر میکنن. دوباره اینجا تاکید میکنم هیچ اهمیتی نداره بقیهشون، یعنی مهم اینه که شما توی اون لحظه جوابی که میدین خودتون راضی باشید، و اگر خودتون راضی باشین، خودتون محکم باشین توی اون پاسخی که دارین میدین، بعدا مطمئن باشین که جواب و دغدغه آدم ها رو هم خیلی راحت هم میتونین جمع جور بکنید. حواستون باشه جز آدم هایی نباشین که مطالب رو نمیگن از ترسشون. نگفتن مطالب شما رو ضعیف میکنه، شما رو کمرنگ میکنه، بولد نمیکنه. ما در کنترل بی هستیم، شما رو بولد نمیکنه، شما رو پررنگ نمیکنه توی فضایی که وجود داری. بنابراین به خصوص تو لایه های مدیریت و رهبری، پررنگ بودن اونجا و جسارت صحبت داشتن و قایم نشدن بسیار بسیار مهمه. نگه ندارین پیش خودتون، صادق باشین، محکم باشین و حتما مطالب رو منتقل بکنین. یه تکنیک بسیار مهمی که وجود داره برای اینکه مطالب رو شما بخواید در راجبش صحبت بکنین، اصطلاحا بهشون میگن کانکتور یا متصل کننده. یه سری کانکتور یا متصل کننده ها وجود داره که متصل کننده ها به شما اجازه میده مسیر صحبتتون رو هدایت بکنین و آدم ها رو توی مسیر صحبت بکنین. خیلی وقتا آدما شروع میکنن به ما گوش دادن اما توی مسیر نمیدونن ما کجا میریم، چقدر حرف طولانیه، چه جوری خسته میشن و یه جای ذهنشون از دست میره. این متصل کننده ها بسیار بسیار مهمه. این در جلسه مهمه، در باز میگم در اجتماع مهمه، در ویدیو کال مهمه، در مصاحبه مهمه، در هر جایی که شما متکلم وحده هستین این قدرت صحبتتون بسیار مهمه و به آدم ها کمک میکنه متوجه بشن که شما چی دارین میگین، باز میگم تا کجا پیش میرین و تا کجا باید با شما همراه باشن و چقدر باید به دیتیل شما دقت بکنن. و آدم هایی که صحبت کننده های قوی هستند، آدم هایی با کیفیتی هستند، مشتاق مخاطب رو نگه میدارن، به خوبی و به درستی از این متصل کننده ها استفاده میکنن. من یه چند تا از اینها رو اینجا نوشتم که به دردتون میخوره و مطمئنم کاربردیه. مثال میزنم، اول جملاتی که نوشتم رو میگم و بعد حالا نحوه استفاده از اونها رو چند تا مثال تصمیم گرفتم بزنم. متصل کننده ها، یه شما یه جمله در مورد یه مطلبی صحبت میکنین، اون مطلب رو میگین، نظرتون رو میگین، یکی از متصل کننده ها اینه. و چرا اینو میگم؟ مطلب بعدی. یه دیگه از متصل کننده که من خیلی به کار میبرم، آدم هایی که با من کار میکنن خیلی این رو بهش واقفم، من همیشه میخوام یه مطلبی رو شروع بکنم، همیشه میگم من دو تا مورد راجع بهش دارم، من اون دو تا مورد رو نمیدونم توی اون لحظه، یا سه تا مورد راجع بهش دارم، معمولا میگم دو تا، حالا میگم چه اتفاقی میفته، همیشه میگم من این مطلب نظر من اینه، من دو تا دلیلم راجع بهش دارم. و بعد شروع میکنم دلایل رو به مرور زمان چیدن و خیلی وقتا تو من دلایلم بیشتره و همیشه به خنده میگم، میگم ببخشید گفتم دو تا همشو چهار تا، چون ذهنمو به مرور زمان آماده میکنم. اما مخاطب متوجه میشه که خب این داره یه مطلب بعدی رو در ادامه این قضیه میگه. یه متصل کننده دیگه اینه که بهتون میگم این چه جوری میشه،
پس من دوباره مطلب رو توضیح میدم بهتون میگم، بهتون میگم حالا این چه شکلی خواهد شد، یا قیافش چجوری، یا نتیجهش چه اتفاقی براش خواهد افتاد. اینجا مثالی که در حقیقت نوشتم، مثلا فرض کنید یکی از همکارتون داره یک نظری رو اعلام میکنه، خب بعد میرسه نوبت شما. شما میتونید اینجوری به نظر من سارا خیلی مطالب خوبی گفت، منم باهاش موافقم، اما من سه تا نکته راجع بهش دارم، اون سه تاش. یا من فکر میکنم نظر سارا اگه پیاده گوییم چه شکلی خواهد شد، یا من فکر میکنم نتیجه نهایی رو من میتونم بهتون بگم چه شکلی میشه، و شروع میکنم این توضیحاتم رو میدم نتیجه نهایی و فلان، و این میتونم فیدبک من باشه. یا مثلا نظر رضا رو من قبول دارم، به نظرم خیلی میتونه جاهای مختلفش راجع بهش تاثیر پیدا کنه و بهتون میگم چرا باید این اتفاق بیفته و دوباره ادامه مردی. اینا یه سری متصل کننده بوده. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که اگر دارین یه مطلب یا شروع میکنین و میخواین راجع به صحبت کنین، سعی کنین قبلش هایلایت بکنین پوینت هایی که راجع به اون میخواین بگین. این دوباره یکی از چیزهایی که من شخصا خیلی به کار میبرم. وقتی میخواین مطلبی رو بگین، حتما سعی کنین، من معمولا وقتی راجع به مطلبی صحبت کنم، پوینت هایی که راجبش به هم میرسه، به ذهنم میرسه، از سری تو دفترم مینویسم، حتی اگه مطلب جلسه ندارم. من شروع میکنم اینا رو دسته‌بندی کنم. مثلا میبینم 20 تا پوینت نوشتم، بعد اینا رو دورشون دایره میکشم. حالا الان دفترم نه، دایره میکشم، میبینم اینا مثلا یکیش راجب مشتری، یکیش دغدغش مثلا راجب زیرساخت، یکیش دغدغش فلان فلان. اینا رو دسته‌بندی میکنم و بعد میگم بچه‌ها منم میخوام راجب این سه مطلب بگم. به نظر من 5 تا حوزه است که ما باید اینجا راجبش نگاه بکنیم. اولا وقتی میگم 5 تا آدم میدن، تو 5 بعد منتظر من باشن. بعد من شروع میکنم 1, 2, 3, 4, 5 به آدم ها دید میده، ساختار میده، مسیر فکری میده و باعث میشه که آدم ها منو فالو بکنن، ذهنشون با من همراه باشه و مخاطب رو از دست ندن و وسط راه ول نکنن. برای آدم ها این رو شفافتر میکنه و وقتی شما پوینت به پوینت هم دارین میرین و مطالبتون رو توضیح میدین، آدم ها احساس چی میگن؟ پیشرفت و در حقیقت ارتقا در مسیر رو دارن و با شما همراه تر خواهند. و حالا مثال سادهش رو گفتم، یعنی فرض کن راجع به موضوعی میخوام صحبت کنم، من اینا رو دسته‌بندی میکنم. شاید بچه منظورم من 3 تا مطلب اینجا هست. مشتری، از نظر من مشتری، حالا زیر مجموعش این 3 تا دغدغه رو ما داریم، راجع به شریک تجاری اون 2 تا رو داریم، راجع به اون 5 تا اینا رو داریم، ساختار و اون نقشه فکری رو صحبت کردن مونده. پس من راجب پایه ها گفتم، نگران نباشین آدم ها چی فکر میکنن، سعی کنین قبلش فکر بکنین، اگر فکر نکرده بودین زمان فکر کردن رو باید برای خودتون بخرین حتما، و توی صحبت کردنتون ساختار و مسیر و سیستم فکری بدین. اینها با تمرین کردن به سادگی به دست میاد. امیدوارم موفق باشین و مثل همیشه رو به پیشرفت جلو حرکت کنین. متشکرم.